دوستان سلام همراهان خوب کانال یوتیوب پورت اکادمی نظر نظربگی هستم تو این ویدیو میخوام برم سراغ الستریتر ما آموزش های صرف تا صد ادوبی الستریتر 2020 رو در کانال یوتیوب پورت اکادمی داشتیم و مطمئنا باهاش آشنا هستید به نظرم نسخه 2020 ادوبی الستریتر که از بهترین نسخه بود که از طرفه کمپانی آدوبی ارائه شد اما الان که داریم به سال 2024 نزدیک میشیم ورژن 28 از Adobe Illustrator ارائه شده با یک سری امکانات فوق العاده به خصوص هوش مصنوعی کمپانی ادوبی که خیلی کاربرد داره شما الان توی Illustrator مثل فتوشاپ میتونید یک کادر رو به وجود بیارین و از همون جنریتیو فیل استفاده کنید برای به وجود آوردن تصاویر جدید میتونین رنگ ها رو تغییر بدین میتونین یک سری کارهایی رو انجام بدین که قبلا در نسخه های قدیمی تر Adobe Illustrator نبود و الان با هوش مصنوعی کمپانی ادوبی واقعا کارتون راحت تر شده بنابراین همراه من باشین تو این ویدیو میخوام به طور کامل بهتون توضیح بدم چه آپدیت های فوق العاده برای ایلاستریتور اومده همه چی رو در خلال ویدیو به طور کامل بهتون آموزش میدم بریم ویدیو رو ببینیم خب اگر از نسخه اورجینال creative cloud استفاده میکنید نرم افزار ایلاستریتور اینجا هسته حالا به هر روشی نرم افزار رو اگر نصب کنید و روی سیستمتون داشته باشید میتونید از نسخه آخرش بهره بگیرید برای سری امکانات جدید میخوایم خب در ارتباط با این موضوع با هم صحبت کنیم خب من در اپ Creative Cloud Illustrator رو نصب کردم میخوام بهتون نشون بدم که در بخش Learn More این قسمت نسخه 28 رو داره به من نشون میده این آپدیت آخر Illustrator که الان داریم باش کار میکنیم قبل از سال 2024 منتشر شده و فوق العاده امکاناتی که الان داره رو با هم بررسیشون میکنیم خب دکمه اوپن رو که بزنیم باز میشه و میتونید وارد برنامه بشیم خودش هم به ما میگه که چه اتفاقاتی داره میافته و چه امکانات جدیدی رو اضافه کرده اولا اینکه هوش مصنوعی آدوبی در ایلستریتر هم فعال شده شما میتونید پرامس بنویسین و تصاویر جدید بگیرین گزینه ریتایپش خیلی خوبه که شما میتونید اگر در تصاویرتون تکست دارین اون تکست رو براتون پیدا میکنه حتی فونتش رو میتونه براتون پیدا کنه و شما میتونید از همون فونت استفاده کنید اگه از فونت های اورجینال ادوبی باشه براتون فعالش میکنه میتونید یه سری کارا انجام بدین الان بهتون میگم دربارش میتونید موکاپ درست کنید که خیلی گزینه خیلی, خیلی 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 خوبیه یعنی یه چیزیه که واقعا داره کمک هم میکنه در اول راهه فعلا در اول راهه این گزینه ولی در آینده خیلی به کارمون میاد خیلی به کارمون میاد گزینه شیر فور ریویو داریم که میتونیم بفرستیم برای که دیگران ریویو کنن روی کارمون نظراتشون رو بدن و بعد برای من دوباره کار رو بفرستن یه سری از موارد رو با هم کار کنیم وزنی ترای رو بزنم بریم سراغ نرم افزار یه فایل رو با عنوان یک سامپل برای من آورده که میگه میتونی اینجا یاد بگیرین چه اتفاقی میفته ما فعلا باش کاری نداریم من میخوام برم سراغ اول آپشن های دیگه یه سری مواردی که اومده اونا رو کار کنیم بعد میریم سراغ هوش مصنوعی در لول آخر با این مورد آشنا میشیم چون این توضیحات بیشتر داره قاعدتاً برم سراغ فایل و گزینه نیو یک سند جدید به وجود بیاریم من مثلا 192080 دکمه کرییت رو میزنم می اولین آپشنی که میخوام بررسی کنم یکی از مواردی که واقعا کاربردی اگر از قلم نوری نمیتونید استفاده کنید از موس این استفاده میکنید گزینه پنسل تول رو مثلا وردارم ممکنه خیلی دقیق و درست نتونیم خط کشی کنیم و کرو به وجود بیاریم یه همچین استایلی برای ما به وجود بیاد حالا نرم افزار اومده یه امکانی رو برای ما در خیارمون گذاشته که میتونیم یه مقدار اسموث کنیم نرم کنیم یه مقدار کار رو تمیزتر انجام بدیم بعد برم سراغ آبجکت در منو خیلی سریع اینا رو بیان می‌کنم بریم سراغ آبجکت گزینه پس که اینجا میبینیدش و یه گزینه وجود داره اینجا به اسم اسموث روش کلیک می‌کنم و حالا من میتونم با اسموث یه مقدار اینا رو نرم ترشون کنم اگه خیلی زیادش کنیم کلا حالت شیپ رو از دست میدیم ولی اگر به مرور آروم آروم اینو افزایش بدیم کار رو برای ما میبینید یه مقدار نرمتر میکنه با دقت عمل بیشتری میتونیم خطا رو ترسیم کنیم این اولین آپشنی بود که ما در اختیار داشتیم مورد دوم مورد دوم گزینه ریکالر دوستان عزیز یه تصویری رو من آوردم که کاملا در ایلاستریتر طراحی شده یه تصویر وکتور که لایه هم جداست ریکالر خیلی کار ما رو جلو میندازه بهمون کمک میکنه برای تغییر رنگ ها. برای استفاده ازش باید یه کنترل ای بزنم کل اینا رو سلکت کنم یا یعنی اینکه برم سراغ سلکت در بالا روش کلیک کنم گزینه All رو بزنم برای اینکه همه موارد رو برام سلکت کنه بعد دوباره برگردم سراغ منو گزینه Edit گزینه Edit Colors و مورد جنراتیو ریکالر که روش کلیک میکنم میاد یه سری رو در اختیارم میذاره، یه سری سامپل های اومده اینجا داره که ما میتونیم ازشون بهره بگیریم، هر کدوم انتخاب کنم یه سری پریویو جدید به من میده، نشون میده که اگر از این تم رنگی استفاده کنیم چه حالاتی برای تصویرمون به وجود میاد. مثلا من میرم سراغ این تم رنگی که اینجاست، روش کلیک میکنم. حتی میتونیم بالا پرامپت بنویسیم دوستان. یعنی اون چیزی که در ذهنمون هستش رو بنویسیم برای ما یه پریویو جدید به وجود میاره از رنگ جدید تصویرمون میتونیم اعمالش کنیم با یک کلیک. مثلا این رنگ بندی رو داریم روی این مورد کلیک میکنم حالا که برای ما به وجود اومده و کلا رنگ کار رو عوض میکنه خیلی راحت با یک کلیک قبلا باید دونه دونه این لایه ها رو انتخاب میکردیم رنگ ها رو خودمون مچ میکردیم رنگ ها رو با کالر پیکر مثلا برمی داشتیم رنگ هر قسمت رو عوض میکردیم بعد اینا رو با هم مچ میکردیم ببینیم به هم میان نمیان بعد دوباره میشستیم نگاه میکردیم ببینیم می مثلا رنگ های درخت ها با دیوار و با این کوه و آسمون و اینا هماهنگ نیست باید دوباره رنگا رو عوض می‌کنیم زمانمون رو خیلی می‌گرفت الان خیلی راحت این کار رو برامون انجام میده اگرم هم بخوایم به صورت دستی در بخش ریکالر دکمه که اینجا هستش میتونین کلیک کنین روش و یک سری تغییرات رنگی به وجود بیاریم می‌بینید مثلا من اینو برمیگردونم به این قسمت یه مقدارم بهش زمان بدیم کلا ترکیب رنگی رو برای ما عوضش میکنه دونه دونه میتونی اینا رو تغییر بدین و جایگاهشون رو عوض کنید بهترین قسمت همین جنریتیو ریکالر که الان میاد و تم رنگی رو به راحتی برای ما عوض میکنه همه چی هم به هم میاد خیلی خوب اینا رو تشخیص میده میگم میتونیم پرامپت بنویسیم مثلا بگیم یه تصویر تابستونی میخوام تصویر پاییزی یا زمستونی میخوام اون رنگبندی رو براتون درست میکنه حالا پرامپت نویسیش هم حتی میتونه پیشرفته هم باشه در بخش کالرم هم اگر رنگی رو اضافه کنیم میتونیم چندین رنگ رو اضافه کنیم روی دکمه جنریت اگر کلیک کنم پریویو از اون پرامپتی که من نوشتم رو به من میده با استفاده از رنگ هایی که استفاده کردم انتخاب کردم یعنی از اون رنگ بیشتر استفاده میکنه در رنگبندی جدید خب این موردم خیلی کاربردی که میتونیم ازش بهره بگیریم هر کلیک کنم این پنل رو دوباره نخواهیم دید خب مورد بعدی واقعا کاربردیه ما میتونیم در داخل یک عکس متن رو پیدا کنیم و ببینیم که از چه فونتی درش استفاده شده اون فونت سیستمیه یا اینکه در سرورهای آدابی هستش میتونیم ازش بهره بگیریم میتونیم فونت های مشابهش رو پیدا کنیم و اونا رو استفاده کنیم و حتی میتونیم تکست رو از داخل عکس حذفش کنیم و دوباره بنویسیمش فوق العاده این امکانه که جیدن شده شده به استریتر با هوش مصنوعی هم اینجوری داره کار میکنه چطور این کارو انجام میده ببینید توی تیتر خود عکس هم اینجا نوشته شده a.jpg مطمئنا jpg جی یعنی من نمیتونم بیام سراغ ابزار تکست و اینو انتخابش کنم سلکت نمیشه چون عکس تکست نیست خب من باید اول بیام کل عکسم رو با کلیک انتخابش کنم وقتی با حالت انتخاب در اومد میرم سراغ ابزار تایپ یعنی منوی تایپ و گزینه ری تایپ که حالت بتا هم داره حالت آزمایشی داره روش کلیک میکنم این مورد برای من به نمایش در میاد اینجا دو تا تکستی که در صفحه دارم رو پیدا کرده به صورت هوشمند و میگه از کدومش رو استفاده کنی روی هر کدوم کلیک کنم اون رو در نظر میگیره چه این مورد چه این مورد پایینی مثلا آکادمی رو در نظر میگیریم خب میاد برای من فونتش رو پیدا میکنه دقیقا فونت رو اگر سیستمی باشه رو سیستمتون هم میتونید پیداش کنید چقدر کاربردیه ما قبلا باید کلی میگشتیم سرچ میکردیم ببینیم این فونتی که داریم توی تصویر میبینیم چه فونتیه اسمش چیه که بعدا بتونیم بریم پیداش کنیم و دانلودش کنیم و اینجور موارد توی ویندوز ازش استفاده کنیم یا حالا توی مک یا هر موردی و خیلی سخت میتونستیم پیداش کنیم و بعضی مواقع من دنبال یه فونت میگشتم کلی سرچ میکردم تا اسمش رو بتونم پیدا کنم خودش رو پیدا کنم ازش استفاده کنم و بعدا متوجه میشدم بین تمام فونت که من روی ویندوز داشتم قبلا نصب شده خب من نمیدونستم که این فونت رو دارم چون تعداد فونت هم خیلی زیاده در ویندوز و کلی زمانم رو میگرفت ولی الان برام پیداش میکنه خب خودش به صورت هوشمند تکس رو پیدا کرد میاد اون بالا پریویو نشونش میده در قسمت پایینم من میتونم تکس های دیگر جایی کنم حتی من میگه این فونت که استفاده کردی اسمش چیه و بعدا میتونی با چه فونت‌های شبیه به اون جایگزینش کنی که خیلی هم کار خراب نشه مثلا من این فونت رو در نظر میگیرم یا یه مورد دیگر رو در نظر بگیریم اینو اینو در نظر میگیرم بعد میام اینجا روی تصویرم یه دابل کلیک میکنم منتظر میمونم تکست رو برای من تغییر میده میبینید تکس کامل تغییر کرد دیگه اون قبلی نیست و الان تونستم جایگزینش کنم یه مورد بهتر اینه که من مثلا اینو میتونم ببندم الان بیام اینجا با دابل کلیک ببینید اینو ببندیمش و از این محیط هم خارج بشیم حالا دیگه این تبدیل به یه تکست شده دیگه جزوی از عکس نیست من روش دابل کلیک کنم میتونم ویرایشش کنم ببینید پورت اکادمی رو حتی میتونم حذف کنم تا اینجا و خبری از اون اکس، تکسی که داخل عکس بود نیستش این عالیه اگر بکگراندتون یک نواخت و یک رنگ باشه خیلی خوب اونو حذفش میکنه و شما میتونید حتی این آکادمی رو به طور کامل حذف کنید میتونید چیز دیگه بنویسین مثلا من یوتیوب اگر رنگ بندی تو متفاوت باشه ممکنه یه مقدار دوچار درد سر بشه پیکسل ها رو به هم بریز اگر چون کار پیکسلیه دیگه جی پی جی پیکسله و یه مقدار بکراند رو خوب تشخیص نده در زمانی که داره تکست رو براتون جدا میکنه از عکس ولی در کل فونت رو پیدا میکنه فونتو رو میتونیم تغییر بدیم تکست رو میتونیم تغییر بدیم و حالا دیگه همه کار میشه باهاش انجام داد خیلی عالیه این مورد خب مورد بعدی ما میتونیم موکاپ به وجود بیاریم البته فعلا میگم در نسخه های اولیه موکاپ ایلاستریتر هستیم و ابتدایی راهش هستش ولی بازم خیلی خوب عمل میکنه خیلی خوب تشخیص میده اجسام رو و میتونیم ازش بهره بگیریم به این شکلی که دارم بهتون میگم ما باید بیایم و تصویرمون رو انتخاب کنیم اون تصویر که میخوایم موکاپ روش پیاده بشه یعنی عکسمون روی اون بیفته و بعدش دکمه شیفت رو نگه داریم اون تصویریام که داریم رو انتخاب کنیم و بعد بیایم سراغ آبجکت گزینه موکاپ و گزینه میکرو روش کلیک کنیم این تصویر که اینجا دارم خیلی بزرگه بزنید این مقدار کوچیکترش کنم مثلا به این اندازه و ببینید در حالت عادی من اگر به سمت چپ و راست ببرم این رو از لیوان خارج میشه هیچ اتفاقی نمیافته ولی اگر بیام هر دو تصویر رو انتخاب کنم با دکمه شیفت بریم سراغ آبجکت گزینه موکاپ و میکرو بزنیم و یه مقدار بهش زمان بدیم موکاپ رو برای ما درست میکنه حالا من اگر این مورد رو به سمت چپ و راست ببرم میبینید هم اون حالت انحنایی که باید به وجود بیاد و عمق کار و موارد مختلف رو خودش به درستی تشخیص میده انگار واقعا تصویر روی لیوان قرار گرفته این کار رو برای ما انجام میده البته میتونست میتونه در آینده یه کاری کنه که یه مقدار جزئیات لیوان رو هم روی تصویر ببینیم و یه مقدار واقعی تر بشه این اتفاقات هم ممکنه در آینده بیفته ولی خب کار رو خیلی خوب به ما ارائه میده و میتونه برای ما درست کنه روی تمام اجسام خیلی خوب لیوان رو تشخیص داد از بک‌گراند و فهمید که ما باید روی این مورد کار کنیم و اینکه در پنلی که برای ما به وجود میاره یه سری سامپل‌ها هم در اختیار ما میذاره که میگه ما میتونیم این تصویر رو, رو روی اجسام مختلف هم داشته باشیم البته اینا تصاویری هستن که در آدوبی ساک میتونیم پیداشون کنیم و لایسنسشون رو خریداری کنیم یعنی پریویو کار رو اینجا حتی ما میده حتی من میتونم روی این مورد کلیک کنم در همین صفحه ویرایشش کنم ویرایش که کردم بعد بیام لایسنس رو خریداری کنم تصویر رو ازش بهره بگیرم اینجا به ما پیشنهاد داده میتونیم به عنوان پکیجینگ یعنی مثلا وسایلی که تصاویری که در ارتباط پکیج هستن رو استفاده کنیم یا دیجیتال دیوایسز رو مثلا ببینید یا برندینگ گرافیکس رو ببینید یا موارد مختلف میبینید حتی روی این کلاه میتونه از همین الان به من پیشنمایش رو نشون بده اگر خواستم میتونم لایسنسش رو بخرم و ازش استفاده کنم اینم از مورد موکاپ مورد نهایی که خیلی هم جذابه هوش مصنوعی کمپانی ادوبی که در ایلاستریتر الان میتونیم ازش استفاده کنیم فقط کافیه که من یک رکتنگل ترسیم کنم در تصویر در صفحه که دارم مثلا به این اندازه یک به وجود میارم میرم سراغ پراپرتیز و در بخش پرامپت پرامپت می نبیسم. مثلا من میخوام یه دونه اجده کوچیک با درست کنم همون پرامپت رو مثلا به زبان انگلیسی می نبیسم. البته فکر کنم از زبان فارسی هم داره پشتیبانی میکنه ولی خب این رو بنویسم و روی دکمه جنریت اگر کلیک کنیم این رو برای ما به وجود میاره یه مقدار به زمان بدیم خب اینو برای من درست کرد وریشن ها رو سمت راست هم میتونید ببینید هر کلیک کنم برای من انتخاب میکنه اون رو و اینجا قرار میده من میتونم ازش استفاده کنم خوبیش اینه که این تصویر 100 درصد وکتور دوستان با تمام لایه ها این رو برای من درست کردم میتونم ازش استفاده کنم حالا شما میتونید پرامپت های رو خیلی با جزئیات بیشتر و قویتر بنویسید حتی میتونید در بخش ستینگ دیتیل ها رو افزایش بدین یه یعنی مقدار زمان بیشتری رو مطمئنا میگیره تا تصویر رو براتون جنریت کنه و میتونید در این بخش سلکت سامپل پرامپت یه سری سامپل هایی که از قبل خودش داره رو انتخاب کنین آماده کنین ازش بهره بگیرید مثلا همین اجزایی که ما درست کردیم موارد مختلف وجود دارن میتونید از این سامپل ها هم استفاده کنید یا اینکه خودتون خیلی حرفه پرامپت بنویسید و یه نکته جالب شما میتونید حتی بیاین از تصاویری که خودتون دارین یه کمک بگیرین و دستور بدین که با استفاده از استایل مثلا این عکس این پرامپت رو اجرا کن میاد و سعی میکنه تشخیص بده که اینجا چه تصویری و چه ساخته شده یه جوری ازش استفاده میکنه برای اینکه پرامپتتون رو دوباره تولید کنه ببینید من این تصویر رو دوباره انتخاب میکنم بیایم سراغ این آپشن گزینه استایل پیکر رو روش کلیک میکنم برمیدارم روی این تصویرم کلیک میکنم میگم با استفاده از استایل این عکس دوباره من من همین اجرای کوچیک با ای که گفته بودم تولید کن رو دوباره تولیدش کن جنریت رو بزنیم سه تا وریشن جدید رو بده ببینیم چی میشه خب این تصاویری که وجود آورد ببینید از همین استایل بهره گرفته و استفاده کرده تقریبا میشه گفت خوبم این کارو کرده و تصاویر با همون رنگ و استایل دارن شکل میگیرن و میتونیم ازش بهره بگیریم خیلی خیلی کاربرد داره چقدر کارمون راحت کرده برای اینکه بتونیم تصاویر مختلف رو در کارمون به وجود بیاریم خیلی ساده با چند تا کلیک و این نکته جالب رو هم بهتون بگم که اگر برگردیم پراپرتیز در بخش تایپ من روی سابجکت بودم و تونستم یه همچین تصاویر رو به وجود بیارم اگر بریم روی حالت سین میتونم یک صحنه کامل رو یک مثلا منظره وکتور رو به وجود بیارم روی گزینه آیکون اگر برم میتونم آیکون درست کنم اگر برم روی پترن برای من پترن درست میکنه مثلا آیکون رو بزنیم اینجا میتونم از سامپل که خودش داره استفاده کنم یا اینکه پرامپت بنویسم و بگم مثلا یا آیکون تلفن میخوام یا آیکون مثلا ایمیل میخوام و عالیه به جای اینکه ساعت شاید زمان بذارین برای اینکه چند تا آیکون شبیه به همدیگه رو پیدا کنید مثلا توی کارت ویزیت ازش استفاده کنید وقتی میخواین آدرس یه نفر رو بنویسین شما تلفنش رو مثلا آدرس وبسایتش رو و میخواین جلوی هر کدوم از این موارد یه آیکون بذارین ممکنه بعضی مواقع کلی زمانتون رو بگیره توی اینترنت سرچ کنید برای اینکه بتونید آیکون هایی رو پیدا کنید که با هم شبیه باشن توی کارت ویزیتتون استفاده کنید جلوی هر کدوم از این موارد ولی اینجا خیلی راحت میان پرامپت مینویسین مثلا یه آیکون دو سیاه و سفید میخوام که تصویری تلفن باشه و همون رو تبدیل میکنه به یک تصویر وکتور براتون یا آیکون وکتور براتون درست میکنه همون لحظه ازش استفاده میکنید خیلی کارمون رو جلو انداخته و کلی در زمانمون میتونیم صرف جویی کنیم ایلستریتر هم مثل مابقیه نرم افزارهای کمپانی ادوبی داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه و در ابتدای راه مطمئنا پیشرفت زیادی خواهد داشت و کلی قابلیت و امکانات جدید رو در ماههای آینده و سالهای آینده خواهیم دید از این کمپانی قدرتمند و نرم هاش در انتهای ویدیو ازتون درخواست میکنم دوستان مثل همیشه لطفا ویدیو رو لایک کنید توی کانال یوتیوب پورت اکادمی سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیو جدید ما رو از دست ندین باز هم همراه شما خواهم بود متشکرم موفق باشید